ملاله شنواری، مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی برای بحث بیشتر در پیوند به برنامه های دولت برای زنان و توانایی های زنان افغانستان بیشتر صحبت میکنه. سلام شما خانم شنواری، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام شما، سلام شایسته وایز به عنوان یک زن افغان که میخواهد دنیا را دور بزنه آمده به افغانستان، با توجه به چالش هایی که در افغانستان وجود داره، عملکرد شایسته وایز چقدر میتونه کمک بکنه برای اراده مند شدن زنان، برای قوی تر شدن زنان در افغانستان، یا برای خلق انگیزه برای کارهای بزرگتر؟ اول خود ما سلامونه بیا زورنده کم از تاسو در لارین از تاسو در تلویزیون درن و لیدون کتا دقیقا تصور در خزی پا افغانستان که دا باید نور اغا اواقی شکل ده خپل کند، یا نور دی وقت رسیدله چې من اغا سمبولیک حالت ووزو و لارشو در واقعیتونو خواته چې هغه د انسانیت درجه ده. هر کله موږ ته ویل کېږي خور ده، مور ده، دا ده، هغه ده، خو که ښځه خور نه وي، که ښځه مور نه وي، او که ښځه مثلا د چا میرمن نه وي، نو آیا هغه به د انسان په درجه کې نه راځي؟ زویم چې لومړی د دې نه چې ښځه خور و مور شي، ښځه انسانه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې ښځې ته ځکه د ناتوان انسان په سترګه کتل کېږي، او کله کله ورته تا د انسان په سترګه نه کتل کېږي، علت یې دا دی چې دلته نارینه، هغه نارینه ډېر مخکې دي چې د ټوپک د خولې نه تر اوسه پورې خپل ځان یو چیرته رسولی دی، او لا هم جګړه روانه ده. او په دې جګړه ایز ماحول کې هغه څوک ډېر مخکې دي چې د ټول نه زیات ځواک او قدرت ولري. سره د دې چې ښځو ته په دې څو کلو کې ډېر سمبولیکې ونډې او مقامونه ورکړ شوي دي، او اکثرا به تاسو ګورئ چې بیا وایي چې دا ښځې نو نور څه غواړي، خصوصا که کم نارینه سره خبرې کړئ نو هغه بیا خپل کور کې وایي چې ښځې ته مې ډوډۍ رسي، اوبه رسي، ښځې ته مې دا رسي، نور څه غواړي؟ زه بیا ورته وایم چې خیر تا ته به هم موږ په یو پنجره کې ډوډۍ، اوبه، خواړه، جامې در ورسو، ته پکې کښېنه، او نور بیا د انسان غوندې درنه نه نظر غواړو، نه دې اهمیت درته درکوو، نو بیا به معلوم شي چې آیا یوازې خواړه څښل او اوبه کفایت کاندي د یو انسان دپاره. شایسته یا ښایسته وایز دا دنیا ته وښوده چې افغان ښځې په ځان کې هغه کپاسیټي یا استعداد شته دی ورکې چې د نورو انسانانو غوندې ژوند وکړه، د عادي انسانانو غوندې ژوند وکړه. او حتی ښایي خپلو افغانانو ته پیام دی چې ښځه الوتلی شي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. شاید زما ډېر زړه وغواړي چې زه والوزم، اما ښایستې په حقیقت کې دا شی عملي کړ، او زه د دې نه ډېره زیاته مننه کړمه چې د دې په خپل هغه زړورتیا سره خپل افغان ورونو ته، یا خپل افغان نارینه ورونو ته دا ور وښوده چې ښځې د دوی نه کمې نه دي. در افغانستان وقتی بیایم روی حقیقت‌های جامعه صحبت بکنیم، بحث حضور زنان در نهادهای امنیتی افغانستان، در بحث حضور زنان در نیروهای هوایی افغانستان بسیار کم رنگ است. حضور دارند اما به شکل سمبولیک، آن چیزی که شما شکایت دارین ازش. برنامه‌های دولت افغانستان، رئیس جمهور غنی، بانوی اول کالا آمده تشبث داره در امور زنان در افغانستان برای افزایش و حضور واقعی زنان در همین راستا، حداقل در سایر راستا حضورشان نسبتاً خوب است در بحث ملکی، ولو سمبولیک هست حضور دار زنان، اما در این بحث مشخص نهادهای امنیتی، بحث هوانوردی و این موارد چی برنامه‌های مشخص وجود داره؟ خوشبختانه که دمی چند روزی که ما سر یک کاری که مشغول استمی است که رئیس جمهور حال از خود زنان میپرسه که مشکلتان چی است، یعنی نمیخواد که از دید مردانی خودش بر مسائل زنان بپردازه. این یک کار متفاوت است. مثلا شما نمیفهمین که ما چی مشکل داریم،
شما از دید خود فکر میکنین که خب آدم هستین که بیرون که میبراین مشکل ندارین، اما ما از امی اگر مکتب میریم، اگر فاکولته رفتیم، اگر به وظیفه میایم، ما با هزارها مشکل تا به یک جای خود میرسانیم و هنوز هم اگر میخواییم که مبارزه کنیم و به مشکلات مواجه خواد شویم در آینده هم. ما فکر میکنم که کار را که در این چند روز من سرش کار میکنم این است که مشکلات زنای را که خود شبکه زنا برای رئیس صاحب جمهور گفته که این مشکلات در کل افغانستان وجود داره، باز ما را کتگوری کردیم و راه حل های را برشان فکر میکنیم. اول عواملش میبینیم که چی عوامل سبب ای شده که یک خانم از در بیرون به شکل مسئولش نمیتونه کار کنه و چی عوامل سبب خشونت علیه زن شده، یا مثلا مسائل اقتصادی است و اجتماعی است که ایره ما خود ما کتگوری میکنیم و برای رئیس جمهور میتیم که از نظر زن در بالای مسائل زنانه و یا به حساب حقوق زنا فکر بکنه. این یک چیز است که سابق من فکر میکنم که صورت نگرفته بود. بانوی نخست اکنون کارش سمبولیک نیست، حضور واقعی داره، تصمیم میگیره، برنامه میریزه، دلیلش هم داشتن صلاحیت است، داشتن امکانات است و در کنارش رئیس جمهور کشور که همسرش باشه استاد است. حالا شما چگونه میتونین که این گونه امکانات را حداقل در سطوح پایینش در حد همون ماموریتی که یک زن افغانستان اجرا میکنه برگردانین و برایشان تفیض بکنین؟ سیگنال ما نمیتونیم که در کل جامعه به یک بارگی کل مشکلات حل کنیم. شما دیدین که از وقتی که کنفرانس بن شد، بن اول بر زنها یک سهمی سمبولیک را قائل شدن، باز قانون اساسی هم در سیاست بر زنها یک حصه سمبولیک را قائل شدن که بتونن، ولی فعلا شاید وقتی رسیده باشه که گام های نخست به شکل واقعیش بر زنا، بر حقوق زنا، بر جایگاه زنا دیگه برداریم. تصمیم گیری ها وجود حضور داره، ولی اگر به فیصدی ببینیم شاید این حضور خانم اول و یا مثلا مثل موار اشخاص در کابینه و یا در سیاست شاید حتی به فیصدی هم نبیایه. و تازه ای که ما فکر میکنیم که وقتی یک پنج خانم داخل سیاست میشه کل مشکلات زنا حل شد، این همی اشتباه است. من فکر میکنم با اقتباس از انقلاب ها و شکل گیری جیان ها در کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بیایم در افغانستان یک حرکت و یک جنبش برای زنان را ایجاد بکنیم. دولت افغانستان چقدر مصمم است بر این امر که تا اکنون ما نمونهش نداریم که جماعت عظیمی از زنان در یک محور بچرخند و اونها رهبر مشخص داشته باشند، پیروان خاص داشته باشند و اون نقش سمبولیک را به نقش واقعی تبدیل کنند. و شما فکر میکنین که در افغانستان اما تو یک نهاد بر مردا وجود داره؟ من فکر میکنم زنها هم از نگاه سیاسی میتونن دیدهای مختلف داشته باشند، با گروه های مختلف وابسته باشند، ولی در یک موضوع فعلا ما میبینیم که یک جنبش کوچک لاقل به وجود آمده که او است مسئله حقوق زن. ما فکر میکنم که در اون نظر مخالف سیاسی وجود نداره برای زنها که هر گروه، مثلا این میال ما ببینیم که در انتخابات ما به گروه های مختلف تقسیم میشیم، یکی به یک طرف تمایل پیدا میکنه، دیگهش به دیگه طرف، ولی وقت مسئله حقوق زن میشه اونمو کل قشرهایی که افرادی که به طرف های مختلف رفتن در سیاست میاین بر حقوق خود یک جای میجنگن. ملاله شنواری مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی، ممنون است.